سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. پگاه آهنگرانی متولد دوم مرداد 1363 در عراق بازیگر و مستندساز است. او تحصیل کرده رشته موسیقی در مقطع هنرستان و به جز بازیگری مستندساز هست و تجربه بازداشت و زندان به علت فعالیت سیاسی رو هم داره. پگاه فرزند جمشید آهنگرانی و منیژه حکمت هست که هر دو از تهیه کنندگان و کارگردانان با سابقه می باشند. پگاه تنها یک خواهر به نام مهشید دارد. او به واسطه پدر و مادر خودش وقتی 6 ساله بود در فیلم گربه های آوازخوان در سال 69 بازی کرد. اما دومین تجربهش 8 سال بعد در سال 77 در فیلم دختری با کفش‌های کتانی بود. این فیلم علاوه بر شهرت جوایز متعددی رو براش برمغان آورد. پگاه در اولین تجربه کارگردانی مادرش منیژه حکمت در فیلم زندان زنان در 3 نقش متفاوت بازی کرد. زندان زنان جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه رو در دوره ششم جشن خانه سینما به دست آورد و در سال 80 به همراه باران کسری در مستند روزگار ما که درباره انتخابات ریاست جمهوری بود ایفای نقش کرد. پگاه آهنگرانی در سال 86 در فیلم آتش سبز بدون حضور بازیگر بدل در حین فیلمبرداری به علت سقوط دچار سانحه و شکستگی مهره‌های کمر شد و تا مدت‌ها به علت این حادثه بستری بود. او همچنین سابقه بازی در فیلم پرهزینه و با مضمون تاریخی راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد بزرگنیا را هم در کارنامه بازیگری خودش داره. دو فیلم ورود آقایان ممنوع و مکس از جمله فیلم‌های با مضمون طنز و پرفروشی هستند که پگاه آهنگرانی در اونها به ایفای نقش پرداخته. پگاه آهنگرانی در سال 87 در 27مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نامزد نقش دوم زن برای فیلم زادبوم به کارگردانی ابوالحسن داوودی شد. او در فیلم‌های دیگری نظیر آقای یوسف، صداها، خواب زمستانی، سه زن و طبقه سوم هم به ایفای نقش پرداخته. پگاه آهنگرانی مستندهایی نظیر سیب، تماشاخانه، محاکات غزاله علیزاده و دهنمکی‌ها را هم کارگردانی کرده. مستند تماشاخانه درباره تئاتر شهر است. او جایزه ویژه داوران جشنواره فیلم کوتاه اصفهان رو برای کارگردانی فیلم مستند تماشاخانه در سال 84 به دست آورد. او در ساخت مستند محاکات غزاله علیزاده ضمن مصاحبه با نزدیکان این نویسنده از جمله دخترش سلما و دوستان مشهور او از جمله مسعود کیمیایی، محمد علی سپانلو و بهرام بیضایی تلاش کرده که از زوایای مختلف زندگی غزاله علیزاده نویسنده معروف رو مورد بررسی قرار بده. مستند دهنمکی ها هم درباره مسعود دهنمکی کارگردان فیلم اخراجی ها و از رهبران سابق انصار حزب الله است که در برنامه آپارات شبکه بی بی سی فارسی پخش شد. او همچنین در نمایش های تئاتر مانند منهای دو به کارگردانی داوود رشیدی و متولد 1361 به کارگردانی پیام دهکردی در سال 89 به ایفای نقش پرداخت. نمایش تئاتر متولد 1361 دارای مضمونی سیاسی بود و در اسفند سال 89 به دلیل مخالفت اداره کل هنرهای نمایشی توقیف شد. او همچنین به عنوان نوازنده ساز ویولونسل سابقه عضویت در گروه نوازندگان آثار حسین علیزاده و هوشنگ کامکار در ارکستر ملی را داره. او همچنین به عنوان نویسنده ستونی در روزنامه اعتماد فعالیت میکنه. او همچنین قرار هست مستندی رو به عنوان وقایع خانه سینما کارگردانی کنه که در 60 دقیقه از اتفاقاتی که طی سالهای 89 تا 92 برای این خانه و اهالی اون پیش اومده سخن بگه. به دنبال دعوت دویچه وله، پگاه آهنگرانی قرار بود از 13 تا 21 تیر ماه سال 90 برای پوشش وبلاگی جام جهانی فوتبال زنان سال 2011 به آلمان بره که مقامات ایرانی از خروج او از کشور امتناع کردند. و در 19 تیر ماه سال 90 توسط 5 نفر از اعضای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در منزل شخصیش دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. پس از چندی خبرگزاری تابناک به نقل از العربیه دستگیری و بازداشت این بازیگر را تایید کرد. این در حالی است که برخی از خبرگزاری‌ها این خبر را تکذیب کردند و به نقل از مادر پگاه آهنگرانی گفتند که پگاه به تازگی و برای ارائه برخی توضیحات احضار شده، اما مشکل خاصی برای او پیش نیومده. پگاه آهنگرانی پس از بازداشت درباره تبعات دعوتش به آلمان به دویچه وله گفته بود:
یک روز قبل از سفر به آلمان از طرف وزارت اطلاعات با من تماس گرفته شد و گفته شد که به فرودگاه نرم وگرنه در همونجا دستگیر خواهم شد. به همین دلیل او از سفر به آلمان منصرف شد. پگاه آهنگرانی پیش از این در سال 2009 جشنواره فیلم برلین رو برای دویچه وله در آلمان پوشش وبلاگی داده بود. روزنامه کیهان هم در آستانه برگزاری جشنواره فیلم برلین خطاب به پگاه آهنگرانی نوشت: مواظب باشید وقتی به آلمان می روید و تن فروشی نکنید. او پیش از این هم در مرداد ماه سال 88 و پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور دهم برای ارائه برخی توضیحات به دادسرای انقلاب فرا خوانده شده بود. پس از انتشار خبر دستگیری پگاه آهنگرانی، موجی از اعتراض و انتقاد نسبت به بازداشت این بازیگر در میان مردم در بر داشت. مردم با اعتراضات خود در سالن‌های برخی از سینماهای تهران نسبت به بازداشت این بازیگر اعتراض کردند. پس از اتمام فیلم‌ها در برخی از سالن‌های سینماهای تهران، حاضرین در سالن با تشویق‌های مستمر خود و فریاد زدن نام پگاه آهنگرانی، اعتراضشون را نسبت به دستگیری پگاه اعلام داشتند و بدین طریق خواهان آزادی او شدند. خانه سینمای ایران، انجمن بازیگران ایران، منیژه حکمت و همچنین حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب سبزهای آلمان و جمعی از فعالان سیاسی، هنرمندان و زندانیان سیاسی هم خواهان آزادی پگاه آهنگرانی شدند. علیرضا سجادپور معاونت سینمایی دولت هم پس از مراجعه به زندان اوین درباره بازداشت پگاه آهنگرانی گفت: مشکل پگاه آهنگرانی غیر سینمایی است و به هیچ عنوان به عرصه سینما مربوط نمیشه. با این وجود تلاش اهالی سینما، اهم از مجموعه معاونت سینمایی، اصناف سینمایی و به ویژه انجمن بازیگران برای حل این مشکل در طول هفته‌ها ادامه داشته. بعد از واکنش‌ها نسبت به بازداشت این بازیگر، محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ 3 مرداد سال 90 پس از گذشت 15 روز از بازداشت پگاه آهنگرانی خبر از آزادی قریب الوقوع او را داد. و همچنین مطرح کرد که پگاه آهنگرانی به درخواست یک نهاد امنیتی بازداشت شده. پس از اعلام آزادی پگاه آهنگرانی، جمعی از هنرمندان نظیر حبیب رضایی، رخشان بنی اعتماد، رسول صدرعاملی، جعفر پناهی، پرویز پرستویی، مهناز افشار، کامبوزیا پرتوی و منیژه حکمت در مقابل زندان اوین حاضر شده و تا نیمه شب 3 مرداد سال 90 در انتظار آزادی او بودند. اما پس از ساعت‌ها انتظار به اونها اعلام شد که آزادی پگاه آهنگرانی منتفی است. پگاه آهنگرانی به همراه مهناز محمدی مستندساز در تاریخ 5 مرداد سال 90 پس از 17 روز حبس انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی، در گفتگویی با ایسنا درباره مطالب منتشر شده پیرامون صدور حکم محکومیت پگاه آهنگرانی اظهار کرد: او در دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده. گفته میشه اتهامات پگاه آهنگرانی به شرکت در اعتراضات سال 88 مربوط بوده. او توضیح داد پگاه آهنگرانی قریب به 3 هست که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج هست و به رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف موفق به حضور در اونها نشده. به عنوان مثال فیلم دربند که این بازیگر برای بازی در اون موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد، بدون او در جشنواره شیکاگو ایلینوی برگزار شد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.